نام خدا آغاز می‌کنم و یاد شهدای تکاوران نیروی دریایی را در خرمشهر جبهه استقامت گرامی می‌دارم. جای بسیار بسیار تأسف است که سازندگان، تهیه کنندگان، نویسندگان، کل دست‌اندرکاران این سریال حق و حقوق شهدای عزیز ما را، جانبازان گرانقدر ما را، رزمندگان بزرگ ما را به طور کلی، نه اینکه نادیده گرفتن، به طور کلی از بین بردند و فراموش کردند. 34 روز مقاومت خرمشهر محور اصلیش تکاوران نیروی دریایی بودند. واقعا باید ارتش رو بدنام کنید، ارتش رو مضمحل کنید. ارتش که این همه زحمت کشیده، در اوایل جنگ سپاهی بسیجی به این ترتیب وجود داشت؟ اگر وجود داشت، این همه سلاح مهمات داشت؟ RPG 7 کی به دست سپاه رسیده؟ گردان تکاوران از روز اولش ورودش به اونجا RPG 7 همراهش بود، اسلحه سازمانیش بود. شما در کجای این سریال ما را نشون دادید؟ یعنی از این 700 نفر جنگنده در این سریال، چه قبل از آغاز جنگ، چه در حین جنگ، هیچ نفری در جلوی دوربین شما نبود؟ هیچ نفری در خرمشهر نبود؟ شهید جهان‌آرا یکی از مدافعین خرمشهر بود. 700 نفر تکاور دیگر هم در همونجا. تعداد زیادی از دانشجویان دایکنفتری، هوانیرو، گردان دژ، گردانهای لشکر 92 زرهی اهواز، اینها کجا بودند؟ میتونستن در یک روز چند جا باشن؟ اگر عراقی ها از سمت شمال به محله کوی طارقانی نزدیک میشدن، تکاوران به همراه تعدادی از نیروهای سید مشتبه هاشمی خودشونو به اونجا میرسوندن. اگر خبر میرسید که تانک های عراقی از سمت گمرک نزدیک میشن، تکاوران چند توپ 106 بر می داشتن و با نیروهای بومی به اونجا بودن. حالا اونها هم در پادگان دژ بودن، هم در پلیسرا و هم در کوی مطهری و هم هر جای دیگه که لازم می شود. بعد از هر دفاع خسته و کوفته به مسجد جامع بر می داشتن. زخمی ها رو برای مداوا اونجا می زاشتن و بعد از کمی استراحت خودشونو به نقطه دیگه از شهر می رسوند. اونها روزها به دفاع مشغول بودن، شبها به خواب. من شب و روز ندارم. اختانقات ایران به من زنگ میدنن، حتی از خارج. آقا تکاوران سهمشون در کیمیا شده. حضور تکاوران کجا؟ چرا باید اینقدر بی‌انصافی بشه؟ چرا باید اینقدر بدنامی برای دیگران درست بکنید؟ برای اینکه خودتون رو خوب نشون بدید. این درست است؟ این رسانه ملی، رسانه ملی، این درست است واقعا؟ چی شد که 34 روز طول بشه تا بیاد بشه رو پل داره؟ ما یه ادعا داریم، میگیم به لطف خدا با همت و غیرت همه کسانی که تو صحنه بودن و تکاوران دریایی، میگیم محور بودیم. 34 روز جنگ بودن، راه برد دشمن رو شکست. عراقی ها شهر رو دور زده بودن، از غرب و شمال و حتی شرق به خرمشهر نزدیک می شدن. این کار اونا جبهه جنگ رو گسترده می کرد و این به ضرر طرفی تمام می شد که از نیروی کمتری برخوردار. نیروهای مقاومت خرمشهر اونقدر زیاد نبودن که همه جهات رو پوشش بدن. این وضعیت برای ناخدا صمدی باز هم غیر قابل حل نبود. اون تصمیم گرفت از شیوه جنگ و گریز و به اصطلاح پارتیزانی استفاده کنه. این شیوه به اونا اجازه میداد که همه جا باشن و در هیچ جا نباشن. اما جنگ سهمگین تر از این حرف بود. 10 روز از جنگ میگذشت و هر روز به نیروهای مقاومت خبر شهادت دوستانشون میرسید. مقاومت در خرمشهر عجیب شده بود و با هر خبر شهادت انگار روحیه دفاع در نیروها بیشتر میشد. ترس جای خودشو به مسئولیت داده بود و همه چیز برای اونها در دفاع از شهر معنا پیدا میکرد. چرا باید اینقدر بدنامی برای دیگران برای خودتون رو خوب نشون میدید؟ این درست است واقعا. 103 نفر شهید من در اون منطقه، در منطقه خرمشهر جانشون رو فدا کردن. نفری که سر از تنش جدا شده در اثر فرکش خونپاره، کجا نشون دادید اینها رو؟ 4 تا جفت با پریدن رو نشون دادید؟
متاسفم از این همه بی‌انصافی ها و ظلم و ستمی که شما برای تکاوران نیروی دریایی روا داشتید.